درود بر دوستان خیلی خیلی خوبم در منزل با یکی دیگه از جلسات آموزش گیتار در خدمت شما دوستان خوبم هستم. بسیار عالی، خوشحالم که در خدمت شما هستم و خوشحالم که گیتارتون کنارتونه و سعی میکنید تکنیک ها و تمرین هایی که بهتون میگم همزمان با من اجرا بکنید و بتونیم بهتر از این جلسات آموزشی استفاده و بهره ببریم، حالا که خوشبختانه شرایطی هست که بتونیم توی این ایام استفاده کنیم از تکنولوژی، از اینکه کلاس کنار ما هست و من در خدمتتونم، به خونه های شما بیام، شما هم بیشترین استفاده رو و بهره رو بتونید ببرید با تمرین های منظم و پیوسته ای که انجام میدید. خیلی خوشحال میشم اگر نکاتی که میگم باعث تغییر و تحول داخل نوازندگی شما بشه و اصلا هدف ما همین هستش. قطعه شماره 58 کتاب رو براتون توضیح میدم و نکات آموزشیشو با هم دیگه بررسی میکنیم. یه قطعه هستش که خیلی میتونه تأثیر داشته باشه توی حرفه‌ای تر شدن نوازندگی شما، یعنی یه مقدار بیشتر به نکته های جلسات گذشته میپردازه و در واقع تقویتیه برای گفته های جلسات پیشین ما. ما داخل کتاب اول قطعه A Time for Us رو داشتیم. خیلی خوب، حالا میخوایم این قطعه رو یک واریاسیون ازش اجرا کنیم. در مورد واریاسیون در جلسات گذشته چی گفتیم؟ یک قطعه میتونه به شکل مختلف یا آهنگ به شکل‌های مختلفی اجرا بشه و تنظیم کننده های مختلف یک ملودی که اصطلاحا هم بهش میگیم تم رو به گونه ها و به شکل های مختلفی اجرا میکنن و این رو بهش میگیم واریاسیون. تنظیم هایی از یک ملودی به شکل های مختلف واریاسیون میشه. حالا ما داریم یه واریاسیون از قطعه A Time for Us اجرا میکنیم. اول کار خب من نوت لا، نوت دو و نوت سی رو بزنم. اگر به نوت دقت کنیم از نوت لا به نوت دو با یک اسلاید رسم شده، یعنی من با اسلاید میام روی این نوت، ولی این یه نوت خیلی با اهمیت هستش، یعنی یکی از ضربای اصلی هستش و باید صداش شفاف و قوی شنیده بشه. اگر من فقط با اسلاید روی این نوت بیام صدا خیلی ضعیف و کم رنگ میشه. پس درس اسلاید رو مرور میکنیم. ما میگفتیم وقتی که تکنیک اسلاید رو اجرا میکنیم رو نوت بعدی ضربه نمیزنیم، ولی جاهایی هست که حالا یا با در نظر گرفتن یک علامت یا با اینی که خود نوازنده تشخیص میده میبینه که رو نوت بعدی اگر ضربه بزنه کیفیت صدا خیلی بهتر و شفافتر میشه. اینجا داخل نوت ما علامت خاصی نداریم، همینجوری که خودتون هم توی تصویر میبینیم، فقط یه اسلاید از نوت لا فرت پنجم تا هشتم قرار گرفته. اگر من روی این نوت ضربه نزنم خیلی صدا ضعیف و کم رنگ میشه و اون حق مطلب موسیقی و آهنگ من ادا نمیشه. بنابراین من این اسلاید رو اجرا میکنم، ولی بعد از اسلاید رو خود نوت دو فرت هشتم سیم اول هم ضربه میزنم. دقت کنید. خب نوت بعدی، نوت اول میزان بعدی من نوت می، سیم اول و سیم ششم هستش که با هم دیگه میزنیم و بلا فاصله به یه آرپژی میچسبه که این آرپژ نوتای چنگ هستش. قطعه هم چار چارم هستش، یعنی با شمارش یک و دو و سه و چار و یک و دو و سه و چار و دقت کنید. اینجا اومدیم، در واقع داریم میزنیم می می سول می لا. روی نوت لا علامت بار گذاشته شده و این بار دو میزان ادامه پیدا میکنه. اگر دقت کنیم قبل از باره یه علامت کسر یک دوم قرار داده. این یک دوم چی به ما میگه؟
که یعنی باره کامل اجرا نمیشه و نیم باره داریم اجرا میکنیم. در واقع نیم باره فرت پنجم رو داریم میگیریم و دو میزان ادامه میدیم. خب داخل نیم باره فرت پنجم من رو سیمه اول یه دونه نوت لا احتیاج دارم. خب این لا رو گرفتم روی فرت پنجم. یه نوت دو احتیاج دارم که دو رو سیم سوم گرفته شده. در واقع نوت دو فرت یک سیم دوم هست، ولی چون من این نوت دو اینجا به دردم نمیخوره و نمیتونم اجراش کنم، انتقال میدم نوت دو رو سیم سوم پیدا بشه. سیم سوم سو لا سی دو فرت پنجم گرفتمش. و یه نوت فا هم احتیاج دارم که اگر داخل نوت دقت بفرمایید، نوت فا دائما داره تکرار میشه، پس انگشتمو بر روی نوت فا بذارم. فا اینجا هستش، فرت یک سیم اول، ندارم این نوتو، انتقال میدم رو سیم دوم دو ر می فا. فرت ششم از سیم دوم که با انگشت شماره دو به شکل محور قرارش میدم. دقت کنید، حالا نوتای من اینجا هست لا سول فا و دوباره سول. اما اگر دقت کنید نوت سول اولی که خدمتتون گفتم دقیقاً زیر علامت باره قرار گرفته و سول بعدی که دارم بهتون میگم یعنی لا سول فا سول، سول بعدی دیگه زیر علامت باره نیست، پس من این سول رو نیازی نداره اینجا بزنم و سول رو سر جای خودش یعنی فرت سوم سیم اول دارم اجرا میکنم. پس سولی که زیر باره، زیر نیم باره فرت پنجم هست، بعد فرت هشتم سیم دوم اجرا بشه. اما سولی که دیگه زیر علامت باره نیست، باید فرت سوم از سیم اول اجرا بشه. دقت کنید. در ادامه دوباره برگشتیم، دقیقا همون جوری که توی تصویر ملاحظه می‌فرمایید، برگشتیم روی همون نوت‌های اول که با اسلاید داریم ضربه می‌زنیم روشون. دقت بفرمایید. باز اینجا همون نیم بار فرت پنجم تکرار میشه. انگشت شماره دو روی نوت فا رو می‌گیره. حالا بلا فاصله بعد از نیم بار فرت پنجم نوت ها انتقال داده شده به نیم باره فرت دهم. یعنی من از اینجا اومدم روی فرت دهم نیم باره گرفتم. خب ببینیم داخل نیم باره فرت ده چه نوت هایی ها احتیاج داریم. همونجوری که توی تصویر نوت هم ملاحظه میفرمایید، فرت ده سیم اول رو احتیاج داریم که خود نوت ره هستش و نوت لا رو احتیاج دارم که فرت پنجم سیم اول هست، ولی خب من نمیتونم فرت پنجم سیم اول رو داشته باشم. نوت لا انتقال داده میشه روی سیم دوم دو ره می فا سول لا و دقیقا همین فرت دهم سیم دوم، یعنی همین جایی که من نیم بار گرفتم فرت دهم داریم اجراش میکنیم. و این نوت دیگه هم احتیاج دارم که نوت فا فرت اول سیم اول رو احتیاج دارم. نکته ای که اینجا در موردش میتونیم به عنوان یه مطلب کاملا جدید صحبت کنیم در مورد بارگیری، چون اگر دقت کنید تن جلسه گذشته ما فکر میکنم حدود 4-5 جلسه گذشته ما دائما در خصوص قطعه‌ای بوده که بارگیری رو براتون گفتم و تکنیک های باره رو داریم ما هم دیگه مرور میکنیم. همینجور داریم توی آهنگ های مختلف با شرایطی مواجه میشیم که هر کدوم ممکنه که یه استثناء باشه یا یه تکنیک جدید باشه و اینا رو با هم دیگه مرور کنیم. این چیزی که الان خدمت شما میخوام عرض کنم چیزیه که توی تمرین های قبلی نداشتیم یا به این شکل باش برخورد نکردیم. من خدمت شما گفتم که وقتی که به علامت باره برمیخوریم، خب اون باره رو روی اون فرت مشخص میگیریم. وقتی که باره گرفتیم یه سری نوت ها وجود دارن، ولی خب اکثر این نوت ها مال قبل از این باره بودن که دیگه این نوت ها رو نداریم. مثلا من توی نیم باره فرت ده اینجا نوت ر احتیاج دارم که نوت ر خود فرت ده سیم اول هستش. نوت لا رو احتیاج داشتم فرت پنج سیم اول، خب نداشتیمش، رفتیم رو سیم دوم و شد فرت ده سیم دوم. اما نوت فا فرت اول سیم اول
وقتی که من انتقالش بدم رو سیم دوم، بازم جایی قرار میگیره که توانایی اجراش برای من مقدور نیست. یعنی من الان اومدم فرت دهم نیم باره گرفتم، نوت فا فرت اول سیم اول هستش. اگر این نوت انتقال داده بشه رو سیم دوم به این شکل میشه دو ره می فا، باز میشه فرت ششم سیم دوم. این نوت هم باز به درد من نمیخوره و من نمیتونم اینجا ازش استفاده کنم. پس باید اینجا چه کاری انجام بدم؟ این اون مطلب جدید هستش که امروز میخوام در موردش صحبت کنم. باز یه سیم دیگه نوتو انتقال میدیم به بالاتر. پس دوستای خوبم، توی قوانین بارگیری اونجایی که در خدمت شما بودم و براتون توضیح دادم، گفتم که وقتی که باره گرفتیم خیلی از این نوت ها ممکنه که اجرا نشن. هر نوتی اجرا نشد یه سیم بالاتر باید بزنیمش. امروز داریم این مطلب رو بازترش میکنیم و نکته های دیگه ای رو در موردش صحبت میکنیم. میگیم اگر رو سیم بالاتر هم پیدا نشد، باز هم این انتقال رو انجام بدیم و محدودیتی نداریم تا اینکه، یعنی اگر رو سیم سوم نبود سیم چهارم، سیم چهارم نبود سیم پنجم، و اینو همینجور میتونیم انتقال بدیم تا اون شکل نوت مورد نظرمون رو بتونیم بعد از باره یا داخل باره اجرا بکنیم. الان نیم باره فرت ده شما نوت فا فرت اول سیم اول مسلماً اجرا نمیشه. میریم رو سیم دوم، میشه فرت ششم سیم دوم، باز هم به دردمون نمیخوره و نمیتونیم اجراش کنیم. پس انتقال میدیم باز رو سیم سوم. رو سیم سوم نوتامون میشه لا سی دو ره می فا، یعنی دقیقا نوت فا میشه فرت دهم سیم سوم. پس نوت هایی که من داخل نیم بار فرت ده احتیاج دارم، نوت ره فرت اول از سیم اول، فرت دهم از سیم اول، عذرخواهی میکنم، نوت لا فرت دهم از سیم دوم و نوت فا فرت دهم از سیم سوم هستش که روش این آرپژو میزنیم. بلافاصله بعد از نیم بار فرت ده، و دقت کنید دوستای خوبم، توی نیم بار فرت ده من دیگه از هیچ انگشتی استفاده نکردم، چون معمولا یه اتفاق می افتاد دیگه، وقتی من باره یا نیم باره می گرفتم از یه انگشت دیگه هم استفاده میکردم. معمولا همه این نوتای من نمیشد که دقیقاً زیر همون باره اجرا بشه، ولی اینجا توی نیم بار فرت ده هم هر سه تا نوت رو گرفتم. اینجا هر سه تا نوتی که لازم دارم توی نیم بار فرت ده داره اجرا میشه. به نوت برمیگردیم و دو میزان نیم بار فرت دهمون رو اینجا اجرا میکنیم. دقت کنید انتقال نیم بار فرت پنج به نیم بار فرت ده به چه شکلی اتفاق میفته. این قسمت اول و قسمت دوم. و اومدم روی نیم بار فرت ده. بلا فاصله بعد از نیم بار فرت ده میام نوت ها رو انتقال میدم به نیم بار فرت هفتم، همونجوری که توی تصویر میبینی. و باز علامت نیم باره من میگه که دو میزان باید نیم بار فرت هفت را ادامه بدم. نیم بار فرت هفتی که گرفتم اینجا، باز میبینم چه نوت هایی احتیاج دارم. خب رو سیم اول داخل نیم بار فرت هفت نوت سی و احتیاجم، که سی فرت هفتم از سیم اول گرفته شده، پس دارمش داخل نیم باره. روی سیم دوم نوت سل رو احتیاج دارم. سل فرت سوم سیم اوله، مسلماً ندارمش و انتقال میدم یه سیم بالاتر، میشه دو ره می فا سل، در واقع فرت هشتم سیم دوم نوت سل میشه که من با انگشت شماره دو اینجا بگیرمش. و نوت بعدی که احتیاج دارم نوت می هستش. نوت می سیم آزاده اوله. خب من سیم آزاده اولو ندارم، باز انتقال میدم یک سیم بالاتر، میشه دو ره می، یعنی فرت پنجم از سیم دوم. باز این نوت می به درد من نمیخوره. پس نکته مهم این درس و این جلسه چی بود؟ در بارگیری وقتی که یه نوتیو نتونستیم به دست بیاریم، انتقال میدیم رو سیم بالایی، ولی این انتقال دادن محدودیت نداره. یعنی اگر انتقال دادیم یک سیم بالاتر و به نوت مورد نظر نرسیدیم،
باز هم این انتقال رو انجام میدیم. یعنی اگر رو سیم دوم پیداش نکردیم، رو سیم سوم میریم پیدا میکنیم نوتو. اگر رو سیم سوم به نوت دلخواهمون نرسیدیم، رو سیم بعدی انتقال میدیم و این انتقال تا جایی انجام میشه که نوت یا زیر باره یا بعد از باره قرار بگیره. الان من نوت می سیم آزاده اول نداشتمش، رو سیم دوم فرت پنجم سیم دوم شد، بازم نمیتونم اجراش کنم چون نیم بارم فرت هفتمه، باز انتقال میدم یه سیم بالاتر، لا سی دو ره می، و در واقع نوت می میشه فرت نهم سیم سوم. پس شکل نیم باره من به این شکل میشه، یعنی سیم فرت هفت سیم اول، هشت سیم دوم و نه سیم سوم. دقت کنید یک بار از اینجا، نیم بار فرت پنج من به این شکل شد، نیم بار فرت ده من شکلش شد این، از انگشت دیگه استفاده نکردم، و نیم بار فرت هفت من شکلش میشه به این شکل، یعنی از انگشت دوم و سوم به عنوان محور استفاده کردم. حالا یه نکته ای که سر کلاس دوستای من هنرجوی خیلی خوب و عزیزم از من سوال میکنن اینه که وقتی من فرت هشتم و نهم و سیم دوم و سوم رو با انگشت دو و سه گرفتم، عملا این نیم باره کاری انجام نمیده اینجا و من میتونم فقط سیم اول رو به این شکل بگیرم. نکته ای که اینجا لازم میدونم براتون بیشتر توضیح بدم این هستش که شما اینجا نیم باره گرفتید فرت ده، و اگر بخواید این انگشت رو بردارید و اینجا این نوت ها رو بچینید، خیلی فاصله زمانی میفته. تکنیکی که باعث میشه شما سرعت و کیفیت مطلوب تری پیدا کنید این هستش که همین نیم بار رو انتقال بدیم به سمت فرت هفتم و انگشتامون رو اینجا بچینیم. ما توی تعویض انگشت گذاری گیتار، تعویض آکورد ها، همیشه از روش های استفاده میکنیم که سرعت و کیفیتمون به مراتب بالا بره. تکنیک بارگیری از همین دست تکنیک هاست که باعث میشه کیفیت و قدرت نوازندگی شما توی انتقال نوت ها خیلی بالاتر و بهتر بشه. پس یه بار دیگه، نیم بار فرت ده میاد روی نیم بار فرت هفت و این دوتا انگشت رو میذارم. بله، من میتونم اینجا انگشتامو بردارم و اینجا به این شکل بگیرم، همون صدا تولید میشه، ولی این کار صرف زمان داره و ممکنه قطعه شما قطع بشه و اون کیفیت، احساس و زیبایی رو از دست بده. یک بار دیگه، اگر دقت کنید من نکته های دیگه ای که اینجا لازم میدونم براتون توضیح بدم این هستش که در مورد ویبره یا لرزش توی قطعه های قبلی، توی جلسات قبلی توضیح دادیم. اینجا من اگر دقت کنید خود باره رو که میگیرم، خود باره رو هم ویبره روش میدم. این تکنیک خوبیه. سعی کنید به دست من نگاه کنید، سعی کنید تکنیک هایی که دارم اجرا میکنم تو خونه تمرین کنید و اون صدایی که اینجا میشنوید رو اجرا کنید. به تفاوت نوت هایی که دارم میذارم دقت کنید، به بالا پایین بودنشون سعی کنید اینا رو بگیرید و دقیقاً همینا رو اجرا کنید، و وقتی روش تسلط پیدا کردید خودتون با خلاقیت خودتون این نوت ها رو تغییر بدید. یعنی چی؟ یعنی بیایید موزیکالیته و احساسش رو عوض کنید. جاهایی که مثلا من بالا زدم و شما پایین تر و نرم تر بزنید، تغییر بدید توی سرعت، توی قدرت نوازندگی، توی تغییر بالا پایین هایی که دارید میزنید، یا اصطلاحا تغییر دینامیک یا داینامیک قطعه، بیشتر این کارها رو لحاظ کنید که اجراتون متفاوت بشه. اول یاد بگیریم، درک کنیم و بعد با خلاقیت خودمون بتونیم اون قطعه رو متفاوت تر اجرا کنیم. یه نکته دیگه ای هست که قبل از اینکه قطعه رو به شکل کامل براتون بزنم توضیح بدم، من یه سری نوت ملودی دارم داخل این آهنگ و یه سری نوت آرپژ دارم. به اجرای من دقت کنید، سعی میکنم نوت های ملودی رو قوی تر روشون ضربه بزنم و نوت های آرپژ من پایین تر باشه. ببینید ما اینجا داریم با یه دستمون هم نوت های ملودی رو میزنیم هم نوت های آرپژ. اگر قرار باشه این نوت های ملودی و آرپژ در یک سطح باشن، شنونده نمیتونه ارتباط خوبی با این نوازندگی شما برقرار کنه. اما اگر نوت های ملودی رو بالاتر
به شنونده برسونید و نوتهای آرپش سطح پایین تری باشه، شنونده کاملا ملودی رو درک میکنه، احساس میکنه که یک ملودی داره شنیده میشه و دنبالش یک خط آرپش داره حرکت میکنه و این لذت خیلی زیادی به شنونده میده و درک بهتری از اجرای شما داره. مسلما احتیاج به تمرین هایی خیلی زیادی داره که شما دقیقا بدونید رو کدوم انگشتتون الان ملودی داره حرکت میکنه و قدرت اون انگشت به مراتب از بقیه انگشت های شما باید بیشتر باشه. از لحاظ علمی شما فقط پیام عصبی رو نمیفرستید برای انگشتتون که به انگشتتون بگید حرکت بکنه، شما دارید پیام عصبی رو تفکیک شده میفرستید، یعنی میگید شما مثلا این انگشت من الان ملودی هستش قدرت بیشتری داشته باشه، یعنی فقط پیام نمیده که انگشت حرکت کنه، به انگشت میگه قدرت بیشتری داشته باشه و حرکت کنه و به این انگشت میگه قدرت کمتری داشته باشه و حرکت کنه و این باعث میشه که ملودی شما خیلی شفافیت بیشتری داشته باشه. دقت بفرمایید.